حالا داشتم صحبت میگم در مورد دو تا کودک من تحلیل قبلی گفتم اینا قراره یک خریتی انجام بدن قراره یک غلطی بکنن اینا قراره یک گندی بزنن اینا قرار تاثیر واقعا زیادی داشته باشن تاثیر زیادشون دیدیم انگشت آزاد میکنن و جوگو ظهور میکنه جوگو متوجه میشه اون بچه ها و اصلا میرفتن چه میدونم تهش میخواستن چقدر انگشت دستشون باشه یه دو تا تهش بود دیگه میدادن بهش تموم میشد ولی از اونجایی که جوگو متوجه این قضیه میشه ماهیت در واقع انگشت ها ماهیتن که یه سریاشون ساکت بودن هیچکس متوجهشون نمیشد کجا یه سریاشون این شکلی بودن که خیلی حس شدنی بودن یعنی بلافاصله اینکه آزاد میشدن شاید طرف متوجه میشد ای انگشته مثلا متوجهش میشد مثلا کرس اسپریت ها خیلی راحت متوجهش و به دنبالشون در واقع میرفتن اینجا هم خب می‌بینیم گوجا هم خیلی سریع متوجهش میشه میره دنبالش و طبیعتا اون غلطی که نباید بکنه رو انجام میده ده تا انگشت رو به خوردش میده و صحبتی هم که انجام داده بودم این بحث اینکه جوگو به دنبال این بودش که اوکی این آقا بیاد با ما همکاری بکنه من مثلا باز هم خیلی بهتره که ما سمت خودمون داشته باشیمش دیگه که من صحبت کردم گفتم آقا سکونا خیلی موجود مغروریه و طبیعتا مثل حالا ماهیت گوجگونه هم داره تا یه ذره ترسناک‌تر که حالا بهش میرسیم خیلی مغرور و خب معلومه که قبول نمیکنه مثلا بیاد با شما همکاری بکنه هرجور که دوست داره زندگی میکنه واسه اهمیتی نداره کرس اسپریت باشه چه آدم باشه همه رو میکشه و میاد ده تا انگشت خلاصه به در واقع سکونا میخورونه و اون گتوی دروغین رو میبینیم که صحبت میکنه میگه اوکی وقتی که این کار رو انجام بدی چه اتفاق میفته هر چقدر این بشر قوی باشه ایتادوری دوری هر چقدر قوی باشه غیر انسان دوست داشتنی نهایتا به این ختم میشه که سکونا قدرت رو به صورت موقتی به دست میگیره میتونه کنترل بکنه به صورت موقتی این اتفاقم می میبینیم که میفته و نکته اینجاست با قدرت 15 تا تقریبا انگوش 14 15 تا انگوش تو من چیزی که تو ذهنمه احساس من 14 تا 15 تا نیست حالا چیزی که میاد خود در حال گوجو میگه جوگو جو, جو, جو گو داداش گوجو نیست <تصحیح> جوگو میگه اینه که اوکی حداقل الان 15 تا داره نمیدونم شاید واقعا 15 تا رو داره اینه که قدرتی داره که ظاهرا بیشتر از گوجو یعنی اون ارایی که در واقع تولید میکنه بیشتر از گوجو و خب این خیلی نکته مهمیه خیلی ترسناکش میکنه یه عملا کسی وجود نداره بتونه جلوی سکونا رو بگیره اگر که آزاد بشه حالا بحث آزاد شدنش میرسیم من همین فاز فس... همین فاز میگم اوای قسمت اولاش بود که در مورد آزادی سکونا هم صحبت کرده بودم که حالا میرسیم بهش و اراش انقدر قویه و انقدر ماهیت این بشر قویه بچا این شکلی که من نفس کشیدنم مشکلی نداره به خاطر اینکه من نفس میکشم من نیاد منو بکشه به اینقدر مثلا قدرت داره نشون میده خودش و یه جمله خیلی زیبا میگه بس اینکه سرتون خیلی بالاه و سری میان اون دوتا سجده میکنن اون میشینه اون داستانا که این جمله جمله آشنایی هم هستش حالا بحث قدرت و بحث تکبری هم که سکونا داره فصل قبلی فصل اول دقیقا همون قسمتی که اولین بار در واقع سکونا و ایتادوری روبروی هم قرار میگن تو ذهن سکونا هستن دقیقا همین جمله رو سکونا میاد به ایتادوری میگه میاد میگه که سرتو خیلی بالا گرفتی و ایتادوری اصلا تکبر و غرور داره این صحبتی بود که گوجو هم میکردش در مورد ایتادوری دیگه این شکلی که الان میکشونمت پایین سرمو خیلی بالا گرفتم این چیزی که ایتادوری میگه و بحث تنفر ایتادوری رو تو ذهنتون داشته باشین از اونجایی که بحث پیمان رو هم الان قرار برسیم پیمانی که ایتادوریو و سکونا میان با هم صحبت میکنه و توضیحی که سکونا میاد به ایتادوری میده و این شکلیه که اوکی مثلا قبول کن پیمانو دیگه من هیچ نمیکشم حالا بهش میرسیم هیچ رو نمیکشم و هیچ کس صدمه نمیزنم که منظور وازن آدم هاس. و مثلا قبول کن و این داستان ها. که بعد ایتادوری اینجوری که باشه من قبول میکنم و میاد مشت میزنه بهش بحث این رو داره که آدمی که متکبر باشه از چه آدمی بدش میاد آدمی که مثل خودش باشه دقیقا متکبر باشه دقیقا غرور داشته باشه و این دو موجود طبیعتا از هم خیلی بدشون میاد این قضیه رو سر همینم هم داریم سکونا بحث تنفرش های هر روز افزایش پیدا میکنه نسبت به ایتادوری. اینجوری که آه تو چقدر رو مخی و بعد دوباره برسیم به قسمت ناناکو و میمیکو باز دوباره سکونا قرار صحبت بکنیم تا صبح صحبت داریم در مورد سکونا ان شاء الله احمق حالا کار نداریم که اثر رو تا الان داشتیم که بهش میرسیم یه زیبایی خیلی زیاد میبینیم توی این قسمت اثر بر سر جایی که در مورد گتو دارن صحبت میکنن گتو واقعیت من همین الان اینجا اعلام کنم کاراکتر مورد علاقه من در وجود سوکایزن در واقع خود گتوه کاراکتری که من بیشتر از تمام کاراکترها دوستش داشتم تا الان هر دفعه که میبینمش یه ذره اذیت میشم واقعا که اینکه واقعا حضور نداره دیگه و بعد میایم میبینیم باز بحث بهترین دوست رو اینها رو داریم و اون بخش زیبایی رو داریم که میگه اوکی من نمیتونم ببخشم گوجو رو برای اینکه گتو رو کشته اما بهترین دوست دوستش بوده و این بحث خیلی زیبایی و اینجوری بودش که ولی تو نیستی بحث کرسه رو میکنم ولی میگه تو اون تو بهترین دوستش نیستی تو خیلی متفاوت تو خیلی عوضی و تو باید از بین بری تو باید بمیر کاری به این ندارم که یه درخواست انقدر گونده و عجیبی دارن بعضی سکونا میکنن این شکلی هم هستن که داداش انگوشتا رو جاشو بهت میگیم و این بچه‌ها خب خبر ندارن که خود سکونا میدونه انگشت کجاست و میتونه درک کنه میدونه و مثل رادار عمل میکردش دیگه متوجه میشد که انگشتاش کجا در واقع حضور دارن این چیزی بودش و توضیحاتی بودش که در فصل قبلی ما داشتیم که بماند که خود سکونا دیگه اشاره ای نمیکرد نمیگفت گفت کجا ها. منتظر بودیم بچه ها برن دنبالش خودشون پیداش کنن حالا چرا اینجوری هم بودش که بر سرمون مرتبط نیست با که باز صحبت به ذهنیت احمقانه جوگو بر سر اینکه میگه اوکی آقا سکونا تو میخوای مثلا قدرتت رو کامل بگیری دستت من میگم که بیا مثلا یه پیمان با ایتادوری ببند و مثلا این هم مثلا یه جوریه که آره اوک باش من پیمان میبندم پیمان ببند و خودت رو با قدرت کاملت آزاد بکن و این شکلی کنترل داشته باش چون خودت هم خبر داری که نمیتونی کنترل کامل این بدن رو داشته باشی و در واقع موقتی هستش این قدرتی که حال حاضرم گرفتی پس بیا این کار رو انجام بده بعد میاد چه جوابی سکونا میده جوابی که میده اینه که نه نیاز به همچین چیزی نیست چرا همچین حرف میزنه مگه سکونا به دنبال آزاد شدن نیست چرا باید همچین کاری بکنه یه پیمانی با در واقع ایتادوری بسته بود پیمانه چی بود من دوباره تکرارش میکنم من رفتم ریواج کردم سر اینکه سکونا اینجا حضور پیدا کرد اینکه دو تا وضعیت داشته پیمانه احتمالا همینه دوستان همینی که اون موقع گفته بودید و پیمانه جدید نبود حالا میرسیم بهش که چرا این همچین چیزی هست پیمانه به این شکله که وضعیت اولش من هر وقت که گفتم انچنت در به معنای تلسم هر وقت که گفتم یک دقیقه بدنت رو باید در اختیار من قرار بدی و من تو اون یک دقیقه هم قول میدم که کسی رو نکشم و به کسی صدمه نزنم که این حالا نکته داره کسی رو نکشم و به کسی صدمه نزنم زمانی هم این دقت کنید الان احتمالاً مغزتون درگیر این شده که سکونا الان قصد داره کل شیبویا رو از بین ببره همه آدم ها رو بکشه غیر از یه نفر الان چی اینکه در حال حاضر با پیمان آزاد نشه اینه حالا به پیمانه میرسه و این وضعیت اولش بود و وضعیت دومش این بودش که تمام صحبت هایی که در حال حاضر در مورد این پیمان کردیم تو از یاد ببریم همین اتفاق هم دقیقا بعد از اینکه ایتا شکست میخوره میو حالا اینکه من گفتم صحبت کردم گفتم که وضعیتی که من میگم رو قبول میکنی اگر من بردم این صحبتی بود سوفی صحب نام میکنه دیگه گفتم ممکن اون وضعیت یه چیز دیگه متفاوت کرده باشه که نه به احتمال خیلی زیاد همین وضعیتی است که در واقع توضیح دادش و حالا بهش هم میرسیم که همین وضعیتی که توضیح داده همین هم برای عملی کردن نقشه سکونا کافی حالا نقشه سکونا چی هستش الان صحبت میکنیم <applause> دوستان من داشتم به این فکر میکردم که اگر یک آدم دیگه ای الان برگرده و انگشت سکونا رو بخوره یه آدم رندومی چه اتفاقی میاد؟ آیا تبدیل میشه به یک سکونا دوم آیا صرفا به خاطر سم زیادش میمیره و یا چه اتفاقی که من ریواچ که کردم به نتیجه رسیدم ایتادوری جزو اون گزینه های یک در میلیون بود که اتفاق افتاد و بدترین نوع اتفاق بود اون بدترین نوع اتفاق چی بود اینکه سکونا در واقع تناسخ پیدا بکنه و آزاد بشه یعنی اینکه اگر آدم دیگه ای حال حاضر بیاد انگشت سکونا رو بخوره میمیر به خاطر اینکه انگشت سکونا یک سم وحشتناک زیادی داره و باعث مرگ میشه بدترین حالتش هم اینه که یک در میلیون بودش که سکونه تناسخ پیدا سکونه حال حاضر همین الان تناسخ پیدا کرده هر آدمی با هر وضعیتی این رو بخوره طبیعتا میمیره و ایتودوری هم که اون بحث غیر انسان بودن و خاص بودنش هم بودش اینم در نظر بگیر و سر همین قضیه بودش که در واقع نمردش و تونستم بحث اینکه کنترل سکونه را حتی تونست در دست بگیره و این اینجا رد شد اما من همچنان ذهنم درگیر این قضیه موندش که آیا سکونا راه و روشی وجود داره که بتونه بدن عوض کنه و خودش رو انتقال بده یا بحث آزادیش وجود داشته باشه خیلی ذهنم درگیر این قضیه بودش حالا چرا درگیر این قضیه بودش مدام به مگومی فکر میکردم به این فکر میکردم که آقا بیاین صادق باشیم با خودمون سکونا مثلا اینجوری نیستش که وای این بچه من دوست دارم رشدش رو ببینم وای شاگردم به کجا یعنی میرسه شاگرد و استاد که نیستن که این برای مثلا این که مثلا آخ مگومی داره پیشرفت دنبال همچین چیزی که نیستش که طبیعتا یک پتانسیلی درش دیده بود براش خیلی سکونا جالب شده اینجوری بودش که تو یه پتانسیل خیلی زیادی داری چرا اینجوری مثل اسکولا میجنگی تو الان بزنی مثلا من بکشی انقدر قوی ولی خیلی اسکولانه داری با من فایت میدی و اصلا داری حیف میکنی پتانسیل و از دقیقا همون نقطه هم هستش که مگومی واسه این آدم خیلی جالب میشه و این شکلیه که دست کسی به مگومی بخوره یا بمیره من تمام دنیا رو میزنم از بین میبرم چرا ذهنیت این شکلیه؟ چرا انقدر حضور مگومی واسه این آدم حیاتی شده فکر کنید فکر کنید الان گفتم س انتقاله اگر ممکن باشه چی یک ماهیتی رو پیدا کرده بحث غرایز توجیه رو انجام دادم مگومی غریزه توجی بهش میگفتش که نگاه کن این قفی ترینه برو دنبال این مگومی ماهیت این شکلی داره ممکنه واسه این وجود داشته باشه که قدرتی هم رده گوجو یا برتر داشته باشه چرا من همچین چیزی رو میگم از اونجایی که گوجو هم یادتون باشه حالا اشاره بود که به مگومی گفتش که تا جایی که میتونی با من همپا باش پیشرفت کن به من برس همپای من پیش برو مگومی قدرت خیلی زیادی داره خیلی زیاد در حدی که سکونا میگه من این بدن رو میخوام این بدن رو بدید به من نقشه سکونا چیه پس گرفتن مگومی به عنوان بدن جدیدش نکته از چیه مگومی اگر بحث انتقال بدن اتفاق بیفته مگومی میمیره اصلا مگه میشه نمیره بدنه رو کنترل میکنه دیگه روح مگومی از بین میره <laughs> و مرگ مگومی هم دوستان اضافه کنید به لیست من تا الان اینجوری بودم که مگومی امکان نداره بمیره الان اینجوری که امکان... اوکی خود سکونا هم میکشه زیرش و بحث نقشه ای که میکردم نگاه کنید پازل ها رو بچینید کنارم همون یک دقیقه که سکونا کنترل بدنه ایتادوری رو به دست بیاره واسهش کافیه او همون یک دقیقه کنترل رو به دست آورده مگومی رو که نمیکشه عملا بدن داره عوض میکنه و بحث پیمان هم اونجا از بین میره دیگه دیگه تموم میشه دیگه پیمانی با ایتادوری نداره بدن جدا شده وقتی این اتفاق بیفته فروپاشی و گن زدن ایتادوری هم داریم الان این رو در نظر داشته باشید سکونا قصد نه الان بحث پیمانه نیست دیگه الان سکونا میتونه همه آدم ها رو میزنه میکشه تموم میشه تا دوباره قدرتش رو میگیره و بر میگرده به جایی که همه چیز نابود شده همه چیز از بین رفته همه دوستاش مردن نانامی مرده نوبارا احتمالا مرده یا همون بحث اینکه کور شده که هنوز ما هیچ نیدیم اتفاق بیفته در و نمیدونم همه از بین رفتن و همون تئوری که داده بودم گفتم سکونا یه دفعه میاد مثلا بین دوستاش آزاد میشه و میکششون این دفعه بین دوستاش آزاد نمیشه بکششون آزاد میشه که خودش رو انتقال بده به احتمال خیلی زیاد به مگومی و صحبت بحث نقشه و اینجور چیزا که با جوگو اتفاق میفته اینجوری که داداش من خودم نقشه دارم گم شو چی داری به من میگی کنترل این بدن رو دستم بگیرم نیازی ندارم بهش قرار خودم رو انتقال بدم به یک آدم کاملا آدم بود مگومی دیگه و در واقع کنترل اون بدن برتر رو داشته باشه حالا نکته که هستش ما بیداری مگومی هم داشته باشیم بحث پتانسیلش رو رو بکنه به قدرتی برسه که بتونه روبروی در واقع سکونا قرار بگیره و به حدی برسونه که سکونا رو حالا با اون تعداد انگشت کمتر هم به 20 انگشت نرسیه و به قدرت کامل برسه بعد بخواد این روبروش قرار بگیره خب نمیشه با میمیره اونجور میگون و البته بماند از اونور پیمانش رو هم میشکن خلاصه به قدرتی برسه که مثلا روبروش رو بگیره حالا نمیدونم بحث این وجود داره که به چه شکل میشه انتقال رو انجام دادش خیلی ادامت سوال بزرگی این انتقال انجام دادنه و دوستان شرط احمقانه جوگو و در واقع مرگش رو هم بهش برسیم جوگو میاد اینجوری میکنه یه دیل میبنده با در واقع سکونا دیگه میگه که یه دونه ضربه سکونا میگه یه دونه ضربه به من بزنیم و اصلا در اختیار شما خب بعد من این شکلی هم که خب ابله با گوجو جنگیدی گوجویی که میگه قدرت شیالتی به این شکلی که از این کمتره تو نمیتونستی بهش دست بزنی نمیتونستی یه ضربه بهش بزنی گوجو مثلا اینجوری بود که باد بازی میکردش سکونایی که حس میکنی از گوجو قوی تره چه جوری میخوای به این ضربه بزنی طبیعتا جوگو قدرت بیشتری الان پیدا کرده ولی همچین چیزی امکان نداره و جوگو به این فکر نمیکنه که این آدم دیگه بحث شرایط گوجو رو نداره توی مترو گوجو توی مترویی که داشتیم میدیدیم بحث آدم ها بود باید اونها رو نجات میداد الان سکونا هیچ فیلتری نداره هر کار دلش بخواد میتونه انجام بده این آدم مغرور قرار بزنه بکشه جوگو رو این واضحه تو احمق چرا باید راضی بشی به همچین کاری جو باش که نه میخوام مرسی همین آزادت کردم بس فرار کن ابله و بحث مرگ و خلاصه از اینم بگذریم یه نکته مهمی هم بگم من یادم رفته بود آقا. در واقع حضور ذهن نداشتم و رفتم وقتی ریواچ کردم دیدم کامل مستقیما بهش اشاره شده که آقا سکونا کاملا آدم بوده من هی صحبت میکردم بر سر اینکه آقا سکونا خاصه و فلان و این داستانها ممکنه بحث شباهت به پانامی و در واقع داشته باشه چون اون هم یه اشارات به این بودش که ظاهرا آدم بود و اینا اوکی آقا سکونا کامل آدم بود کامل میاد اشاره میشه درصد در این آدم بوده در هزاران سال پیش و بعد تبدیل میشه به حالا به در واقع کرس و بعد از مرگش و اینا مثل اینکه خودش رو به کرس تبدیل میکنه و اینا و میاد مثلا بعد از مرگش هم نتونستم مهروم مومش کنه اینجوری بود که اومد کرس شد و این کاملا آدم بود و اون بحثی که در واقع کیس تحقیقاتی من بود که هانامی بود دیگه تموم شد دیگه هانامی هم آدم بودش و من دیگه نیازی به که در واقع کیس تحقیقاتی ندارم ثابت شد واسم که اوکی سکونه آدم بوده و اون بحث خاص بودنه که تو ذهنم بوده کاملا وجود داشته و اتفاق افتاد و یه نکته هم بگم بر سر گند زدن که تو چه آدم بیلیاقتی هستی اومدی با یه همچین کرس وحشتناکی پیمان این شکلی بستی و بحث اعدام اونجور چیزا کرده بودم الان دیگه وقتی که به این فکر کنیم که انتقال در واقع سکونا به مگومی اتفاق افتاده باشه یا بحث این هم وجود داشته باشه که به یک نحوی تونسته باشه خودش رو آزاد کرده باشه که من میگم ممکن نیستش چون اینقدر اصرار بر مگومی داره احتمال همون انتقاله وجود داره بحث بدنه وجود داره آزاد به همین شکل نمیتونه داشته باشه داشتم میگفتم ایتادوری خب میشه تبدیل به یک در واقع سورسرر عادی و یک گند زدن بسیار بزرگی داره یک اشتباه خیلی بزرگی کرده خیلی دلیلی بر کشتنش دیگه وجود نداره اینجوری که خب اوکی تو یک غلطی کردی یک پیمانی بستی یک بیلیاقتی از خودت نشون دادی که نابخشودنیه ولی الان دیگه با قدرتی که داری باید کمک کنی که چیکار کنن نجات بدیم در واقع نجات که نه در واقع سکونا رو شکست بدیم و بکشیمش نذاریم که همون میزان کوچک انگشت هایی که مونده بره به دست بیاره و قدرت خودش رو کامل بکنه و تو باید در واقع با ما همکاری بکنی یه نکته خیلی مهمی هم بگم سکونا اولین نکته ای که بعد از آزادیش گفتهش این بودش که دقیقاً اینو ریواچ کردم رسیدم بهش سکونا با گوجو میاد صحبت میکرد میگفت یادت باشه زمانی که آزاد بشم اولین کسی که میرم سراغش و میکشمش توی این رو داشت به گوجو میگفتش و این فایت گوجو و سکونا رو بعد از آزادیش قرار داشته باشیم بماند که هنوز ما آزادی سکونا رو نخواهیم داشت به همین زودی از اونجایی که انتقال به مگومی داره مگومی هم خب قدرتش رو احتمالا باید کامل به دست بیاره بعد احتمالاً آزادی داشته باشه همچین چیزایی نمیدونم ولی خلاصه الان قدرته رو به دست نمیاره صرفا بدن عوض کرده. و پاشیت. خیلی وحشتناک میشه که بهترین دوستش به این شکل قربانی بشه به خاطر خودش در مورد تئوری حالا بین دوستان سکونا شدن هم که توضیح دادم انچنتو در واقع استفاده میکنه و یه نکته ای هم بگم موقعی که اون انچنتو استفاده میکنه و این داستانی که گفتم بعد بین دوستانش اعتمالا تمام این اتفاقات شیبویا به اتمام رسیده و خب ایتادوری که میگم از اون پیمان هم خبر نداره خب به حالت عادی رسیده همه چیز آرومه که در واقع اون اتفاق میفته نکته ای که داره آقا من اون ترتیب چینی رو یادتونه خب یه حالتی درست هم در اومد این ترتیب چینی رو انجام داده بودم گفتم که احتمالا الان ما بحث روبروی سکونا رو داشتیم اتفاق افتاد و روبروی در واقع سکونا رو داشتیم که بعدش هم قرار درمان رو داشته باشیم و برسیم به ماهیتو و قرار فایت با ماهیتو رو داشته باشه ایتادوری و تو دو عزیزانم احتمالاً موقع حضور پیدا کردم و دقیقاً متوجه شدیم که چرا اونجا کل یا نابود شده سکونا زده همه رو کشته از بین برده کلا با این جنگی که با جوگورا اعتماد راه میندازه کلا همه شیبویا رو با خاک یکسان میکنن این و یه نکته هم بگم حالا ایتادوری با آخر در واقع تحلیل رسیدیم آقا ایتادوری پدر بزرگ پدریش در واقع بود اون صحبتی که کرده بودم در مورد اینکه گفتم احتمال این وجود داره که پدر بزرگ پدریش بوده باشه تئوری داده بودم دیگه دو تئوری داده بودم یکی اینکه پدر بزرگ پدریش باشه یا مادریش باشه که پدریش بوده و در واقع ایتادوری بوده اسم فامیلی در واقع اون پدر هم. رفتم ریواچ کردم دیدم و آقا از ما مادر در واقع ایتادوری کرس و از پدر انسان تفاوتش با اون دسپینتینگ وومبا مثل چیز مثل چوسو برادرهاش و اینا اینه که این دلیلی شده که ایتادوری خاصه و خیلی متفاوتتره، بحث روش داشته بحث کودکی و اینا داشته و برسیم خلاصه به بحث صحبت در مورد ویژوال آقا فایت توجیو داشتیم که عزیزان شاهکار خلق کرده بودن خیلی زیبا بودش خیلی هیجان زیبایی داشتش و بحث مخصوصا جایی که سکونا هم بودش بحث ابهاتی که قرار بود منتقل کنه دوربین قطع شد و بحث موزیک بودش که چقدر ریتم خوشگلی داشتش هیجان چقدر درستی میدادش بحث این بودش که چقدر ترس خوبی در واقع سکونا داشتش منتقل میکردش اینها همش در واقع نحوه اجرای زیبای مپا بودش که خیلی دوست داشتنی بود و این نکته بودش خب من از اول سکونا رو کاملا یک کاراکتر منفی حال به همزن میدیدم اتفاقی که افتادش ملت خب همیشه اینجوری بودن که اوه مای گاد سکونا چقدر خفن سکونا خیلی دوست داشتنیه سر مرگ میمیکو ناناکو در واقع ناناکو بود دیگه فکر کنم که حالا من اونجا هم دقیقا انتظار داشتم مرگ این دو تا اتفاق بیفته از اونجا که اینجوری بابا انگشتا رو میدونه کجاست دارین دستور میدین مثلا به سکونا خب میزنه میکشتون دیگه اونجا تو ریاکشن هم, هم اشاره میکنم میدونه نه بعد اتفاق افتادش خب ملت رو خیلی میدیدم اینجوری بودن که او مای گاد چقدر وحشتناک و اینا و اولین جایی بودش که ملت ترس از سکونا رو تجربه کردن ویور ها و مخاطب اینکه سکونا واقعا چقدر هیولاست رو دیدن اینجوری که با میگه آقا هم شین و بعد میاد میکششون و خلاصه بر سر ویژوال خیلی زیبا بودش دیگه نگاه میکردم این اونور میدیدم که اوکی بر سر هایپ حضور سکونا و کاری که در واقع انیمه با توجی کرده بود میدم می ملت خیلی راضی بودن حالا من اون بحث منفیار پیدا نکردم ولی مثبت ها خیلی تعدادشون زیاد بود و واقعا خوشحال کننده بود خلاصه اگر چیزی جا گذاشته بودم چون بحث سکونا خیلی دوستان زیاد بودش واقعا ممکن این وسط چیزی جا انداخته باشم و به صورت نوشته قطعا براتون گذاشتم یا اگرم باز به صورت احتمالا اپیزود بعدی و تحلیل قسمت بعدی بهش اشاره میکنم سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره این بود از این ویدیو و خداحافظ شما